بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم سلام از میکنم خدمت یک و یک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و همیشگی برنامه و وقت بیداری تلویزیون جهانی حادی در خدمت شما ازان هستیم با برنامه به وقت بیداری و در محضر سرور عظیم هستیم آجای رسولی زمینه ای که واقعا عرض تسلیت داریم به یکایی یک که عزیزانی که به حال داغ دیدن در این حادثه دلخراش زلزله ای که در کشور عزیزمان رخ داد در شهر حرات و انشاءالله که خانواده های بازمانده تسلیت ما را پذیرا باشن سلام کن استاد بسیار خوش آمد علیکم السلام و رحمت الله موفق و پیروز باشین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم بینندگان عزیز و دنبال کنندگان گرامی در هر جایی که هستین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته موفق و پیروز باشین بنده هم این مصیبت دلخراش و زلزله هاولناک را خدمت ملت مظلوم افغانستان تسلیت و تعذیت ارز می کنم و امیدوار هستم که خدای تبارک و تعالی در از این حادثه را ببخشد و بیامرزد و بهترین ها را برای اونا مقدر کنه و برای بازماندگانشان اجر و صبر لطف و کرامت بفرماید و کسانی که از اخصانقات عالم به کمک این مظلومین شدافتند انشاءالله اونا هم خداوند موفق و پیروز داشته باشد در خدمت رسلیم خیلی خوش و سلام سلامت خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و واقعا همینجا که فرمودین بسیار حادثه دلخراشی بود و همه در یک شوکی فرو رفتن بله. که هر لحظه خبرهای جدید از آمارهای در حال از دست رفتگان میه واقعا جای تاسف داره و در مورد این موضوع زلزله و بلایای طبیعی استاده چند دقیقه مختصر پر طبیعی برنامه از لبی بفرمایید و بعد انشالله سوالات اعظم داشتیم بله در خدمتتون هستیم اولی که خب برخی از بلایای طبیعی مثل زلزله و سیل یا به تعبیر حوادث غیر مترقبه یعنی حوادثی که قابل پیشبینی نیست خب اینا در جهان اتفاق میفته و این نیست که به اصطلاح فقط در افغانستان اتفاق میفته جای اتفاق نیفته ولی به هر حال یک نکته را ما قابل تذکر میدانیم برای بینندگان عزیز و دولت مردان و کسایی که امروز سکاندار حکومت بر افغانستان هستند و کسایی که قبلا سکاندار بودند شما در جریان هستید جناب حسینی بزرگوار و بینندگان ما هم, هم در جریان هم که بیشتر این تلفاتی که در امی زلزله زندجان افغانستان هرات منجر به تلفات زیاد شد یکی از عواملش رشد و توسع نیافتگی است یعنی دیوارهای کاهگلی بامهای کاهگلی و برخی از اوقات که در اثر نبود ایزوگام خب هر زمستان که اینا کاهگل میکنه تو کاهگلا روی همدیگر انباشته میشه و وزن, بسیار زیادی را بر او چوب های آهن هایی که سقف را نگه میداره خب وارد میشه که در یک تکان بسیار اندک خب همه از فرو میرزه پس این نیست مگر که توسع نیافتگی مه. امی الان ژاپن شاید روزانه مثل این زلزله هایی که ما آمارش به هزاران نفر بلده. رسیده روزانه بسهنست. اینا را تجربه میکنه اما در اثر توسعه یافتگی و فناوری و ای که چطور بسازه در کجا بسازه چه رقم بسازه خب هیچ تلفاتی نداره پس عامل عمده در ایست است که ما رشد نیافتیم توسعه نیافتیم و این که رشد و توسعه نیافتیم یکی از عواملش جنگ های چل ساله پنجاه ساله داخلی که در این کشور اتفاق افتاده و عوامل دیگه هم ممکن است که اختلافاتی بوده و به این اختلافات دامن زده شده اختلافات قومی اختلافات مذهبی کسایی که ممکن متخصص بوده یک چیزی متوجه می شده می در کشور خدمت کنه در اثر تنگ نظری و چشم هم چشمی و تعصب های قومی و مذهبی افغانستان امروز ترک کرده و در حال ترک کردنه وقتی که از یک جامعه متخصصین و او کسایی که چیزی میفهمند و میتونند در این شرایط به مردم کمک کنن نباشه و قطعا چنین بلایایی می نکته دیگه هم را باید عرض کنیم که اتفاقی که افتاده حالا در اثر توسع نیافتگی بوده در اثر نبود امکانات بوده در اثر سوء مدیریت مدیران و حاکمانی که در این سرزمین در طی این چند سال حکومت کردند که خلاصه همهش به فکر خود و به فکر اطرافیان و خب پول و امکانات که از خارج می آمده خودشان مصرف می به مردم فقیر و بیچاره نمیدادن تا حداقل یک خانه مستحکم در و جوابگو هم باید باشن و با جوابگو باید باشن همینطور که من و شما امروز جناب آقای حسینی به قضاوت نشستیم نسبت به حکومت حکومت های قبلی مم. ممکنه 20 سال یا 15 سال یا کمتر یا بیشتر بازم به قضاوت بنشینند نسبت به حکومتی که الان است پس بنابراین باید نسبت به توسعه و رشد یافتگی جامعه توجه ویژه شود که البته یک مقدار این ادامه داره و حرکت خودش آغاز کرده بالاخره اتفاقی که افتاده ولی وقتی که اتفاقی افتاده ما باید چه کار کنیم فعلا اتفاقی افتاده به هر علتی که بوده وجود ناظرین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در یک حدیث بسیار زیبا در کتاب اصول کافی یه حدیث هست از کتاب معتبر اهل شیعه میگه من اسبه کسی که صبح خودش رو آغاز کنه لا یهتم اهتمام نداشته باشد توجه نداشته باشد دقت نداشته باشد به امور المسلمین فلیس به مهم نباشه اصلا اوزایش مهم نباشه یعنی در فکر رفع و دفع گرفتاریه مسلمانان نباشه فلیس مسلم اصلا مسلمان نیست آخو. یا در جای دیگه خود نبی مکرم اسلام میفرماید من سمع رجلا ینادی کسی که بشنود یک مردی فریاد بزند یا للمسلمین ای مسلمانان با کمک ما بشه تابید ما گیر افتارم دیگه این ما نمیخوایم باز کنیم چه زلزله افغانستان و ای چه اتفاقاتی که فعلا در جغرافیای جهان اسلام در حال اتفاق افتادن است و صدایش به گوش همه ما میرسه یا للمسلمین بگوید مسلمانان به ما کمک ما بیشه تا بید فلم یجبهو پس او را اجابت نکنه یا به تعبیر صدایش نشنوه یا اگر صدایش هم بشنوه خودش به نشنیدن بزنه یا, یا کاری برای از او انجام نه فلیس به مسلم خیلی سراحت داره میگه مسلمان نیست پس مسلمان او کسی است که در چنین زمان و برهی دستش را به سوی مظلوم بیچاره آواره زخمی بازماندگان حالا خوش شما در جریان دیگه شب و روزا در حال سرد شدنه. هر آتم خب حالت تقریبا ممی قسمت هایی که زلزله بوده حالت کویری هست ده. کویری یعنی خاصیتش یک روزاش گرمه شبا و شبایش به محضی که خورشید غروب میکنه شوا سرد میشه خود این شب و روزا اشتکا زنا و کسایی که باقی مانده خب اگر بی سرپناه باشه کدام خیبی نباشه کدام وسیله برای گرمایش نباشه و غذای خوب اگر نباشه خب سخت است و ممکنه که زخمی ها هم تلف شوند و از بین برون واقعا جا داره که یک تشکری کنیم استاد اینجا از عزیزان هموطنی که برحال دست به کار شدن و رفتن و کمک میکنن بله بله. خیرشون بته و واقعا نیاز هستش دیگه هر کسی درست. که میتونه هر کمکی که بتونه قطعا چند برابرش برخواهد گشت خب استاد بایزش ما سوالات مطرح میکنیم درخواهد. که البته زیادی سوال هم به خاطر موضوعی که پیش آمده در همه موضوع هست عزیز دلمان به نمبر مثبت 93 هفتاد چار نمبر آخر 80 66 سوال کردن که البته ضمن عرض تسلیت هم داشتم و پرسان کردن که در جریان امداد و نجاتی که در این روزا اونجا دارن دستمان به دست و پای و صورت جنازه ها میخوره آیا غسل میت واجب میشه برای ما یا نه و اگر واجب میشه و خب یک شرایط آب و امکانات ضعیف یا پیدا نمیشه برای غسل وظیفه ما چیست سخت جناب حسینی بزرگوار ما خب مگه شنیدن کی بود مانند دیدن و دیدنی که از تلویزیون ما میبینیم با او دیدنی که او کسایی که در او صحنه حاضرند و جنازه ها را از زیر آوار میکشند بیرون خب بسیار سخت است بله همون رقم که فرمودن انسان وقتی که دستش یعنی دستی که حائل نداشته باشه یعنی کشی نباشه دست انسان دست انسانی که حائل نداشته باشه اگر به جنازه انسان مسلمان یا غیر مسلمان فرق نمی کنه برسه در صورتی که او جنازه سرد شده باشه که سرد شده دیگه مم. مم. مثلا مم. از 15 میزان خدمت تو کنم که این حادثه اتفاق افتاده خب الان 18 میزان است به هر حال وقتی دست انسان به او بخوره قطعا غسل مس میت به گردن انسان واجب میشه و باز چون فرمودن که شرایط خیلی خاص است ممکنه او پیدا نشه ممکن است برای استحمام کدام مشکلی باشه و برای نماز خواندن چه کنیم که اگر شرایط برای غسل کردن نبود میتونه انسان تیمم بگیره و با تیمم نماز خودش را چی کنه بخونه بعدا که انشالله شرایط مساعد شد خب غسل مس میت انجام بده و امر که شما در جریان و بینندگان ما در جریان اون نمازهایی را که با تیمم خوانده هیچ کدومش قضایی هم لازم مم. نداره بسیار عالی به زمان میان برنامه به شما و سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن این برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود بسم الله الرحمن الرحیم در حادثه علمنا که زمین لرزه پانزده میزان در هرات و مناطق اطراف آن متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما جان باختند بسیاری زخمی شدند و خانه های بسیاری تخریب شد این رویداد غمانگیز و علمناک را به مردم شریف افغانستان به خصوص به آسیب دیدگان این حادثه تسلیت می و خود را در غم انها شریک می دانی. از همه کسانی که توانایی کمک دارند تقاضا مندیم که در این وضعیت دشوار هموطنان نیازمند خیش را تنها نگذارند و به یاریان ها بشتابند از بارگاه خداوند متعال برای جان باختگان این واقع رحمت و غفران و برای مجروحان شفای عاجل خواستاری سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان و سوران گرامی استاد محترم سوال بعدی ما مربوط به بیننده قبلی ماست نمبر قبلی که اعلام کردیم آخرش 866 بود در حوادث از این قبیل که معمولا جنازها ها به صورت دست جمعی دفن میشن آیا نماز چرا هم میشه نماز که برای اونها خوانده بشه بله بازم سوال قابل پرسشی است و خب برای سوال میشه که امی الان امی روز خواندیم که تقریبا در یک منطقه حدود فکر میکنم که 300 جنازه را یک دفعه نماز جنازه جنازه خوانده و اینا را تشریح کرده و خاک سپرده خب ما در نماز جنازه که نماز جنازه در اصل نماز نیست اسمش تسامحا نماز جنازه میگه در اصل دعایی است که ما برای میت چی میدیم انجام میدیم هیچ مشکل نداره مثلا هر تعداد جنازه را وقتی که بیارن در پیش مولا امام قرار بدن و کسای دیگه هم که پشت سرش استاد شدن میتونن نماز را بخوانن چون نماز تکبیرات اول دوم و سوم از که هیچ ربطی به این نداره که به میت اشاره شود

با حضرت ابراهیم علیه السلام فرستاده میشه در این هیچ گپی نیست میمونه آخرین آخرین دعایی که میگه اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك خود میتون اگر جمعیت باشه بگه اللهم ان هؤلاء عبادك ابناء عبادك ابناء امائك نازلو بك تمام اصیغه ها با اصیغه ها را که بس جمع پیدا و جمع ببنده هیچ مشکل خاصی نیست که اونجایی که میگه اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا من اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرا هیچ مشکل نیست این سال سال به رسید شاید از به سوال رسیده باشن که حالی کسایی که دارن کمک میکنن خب دیشان به یک میت میخوره خب بعد دقیق بعد میخوای نماز جنازه بخونه آیا آیا غسلی که فرمودین در نماز جنازه تهارت اصلا شرط نیست نه اما که گفتیم هیچ چیزی شرط که گفتیم هیچ چیزی شرط نیست یعنی در نماز جنازه اصلا تهارت شرط نیست همون که ما قبلا گفتیم که نماز جنازه اصلا نماز نیست تسامحا ما به نماز میگیم یک دعایی است که ما نماز نماز منظور سوال قبلی بود که غسل مسل مس برای هر جنازه ای که دست پیش می خوره باید یک غسل انجام بده یا نه دقیقاً خدمت شما عرض کنم که غسل مس میت واجب میشه ولی با یک غسل تمام از اونا میشه با نیاز نیست نه،, نه 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 به هیچ عنوان نیاز نیست بله مثبت 93 بیننده محترم ما که سوال کردن دعا کردن که بلاهای مثل این رقم بلاها را که حالا بحث داریم که آیا واقعا بلا هست به سوال دیگه اشاره شده از مسلمانان و بشریت خداوند دور بگرد اللهم آمين. <تص> و سوالش این است که معمولا در این حوادث جنازه ها رو از طریق یک قسم سگای مخصوص که اینا تربیت شده هستن از این طریق اینا پیدا میکنن آیا چنین کاری با کرامت انسانی برای مردگان منافات دارد یا نه پیدا کردن جنازه خب این وقتی که یک اتفاق میفته یکی از کارهایی که ما باید بکنیم است که مسلمان نباید بدون غسل و بدون کفن و همه رقمی گله و رها شود پس بنابراین اگر آوار اتفاق میفته زلزله اتفاق می افتد سعی بر این باشه که این جنازه از زیر آوار کشیده شود و غسل داده شود کفن شود و به خاک سپرده شود تشییع شود به خاک سپرده شود بنابراین کسایی هم که دنبال جنازه می گردن، قصدشان قصدشون ایست که جنازه را از او وضعیتی که نه برش نماز خونده شده نه غسل داده شده نه کفن شده اما رقمی زیر آوار مانده از او وضعیت نجات بدن بنابراین هر وسیله که بتانه ما توسط از این وسیله او شخصی که در زیر آوار مدفون شده و وضعیتش معلوم نیست شاید حتی زنده باشه ما تاری... از طریق, از امی... کلاب و سک هایی که بوی میکشن و پیدا میکنن هیچ مشکل خاصی نداره ممکنه اون شخص زنده اونجا گیر کنه بنابراین برای نجات یک شخص مسلمان زنده از هر راهی میتونه انسان این کار را انجام بده و تازه وقتی سگم که ما از طریق سگ پیداش میکنه این رقمی نیست که با سگ اونا را مثلا دندان بگیره اونا را پاره کنه نه فقط سگ اون مکانش تشخیص مکان میده تشخیص تشخیص این این مکان که اینی مکان انسانی داره بله خاطر او بوی داره. خب ده که تیزی که داره تشخیص میده که اینجا انسان هست دیگه کاراش دیگه نفر رو انجام میدن بسیار با احتیاط انجام میدن پس بنابراین هیچ منافاتی با کرامت انسانی از یک جانب و استفاده کردن از سکهای جنازی ها و انسانی ها از سوی دیگه هیچ مشکل خاصی نداره بلکه به خاطر همو تکریم بشریت و انسان و مسلمان که ما از این وسایل استفاده میکنیم در جای دیگه استفاده میشه برای حال سر بله بسیار عالی مثبت 93 73 4 نمبر آخر پنج 56 سوال کردن که برخی ها میگن که این قبیل حوادث برای هوش ولی خب کسای دیگه هم هستن که میگن اینا عذاب هستن آیا نظر شخصی شما رو پرسان کردن که چیزی واقعیت داره البته البته خب ما نظر شخصی خود در نمیگیم نظری علما و دانشمندان و متفکرین اسلامی رو در اینجا میگیم ببینید جناب سیدی مظلوم در اینکه هشدار پوشک نیست هشدار یعنی یک نوع هشدار که بالاخره حوادث غیر مترقبه شما بشریت هر هم که تلاش بکنید ممکنه از برخی از حوادث غیر مترقبه جار سالم به نه بلی بس باشه در خانه جور کردنتان در استفاده از مصالح دی که در کجا خانه جور میکنین چه رقم خانه جور میکنین بله هوش داره یعنی انسان واقعا اگر عاقل باشه و فرهنگ اقلا در جامعه حاکم باشه بعد از این رقم جریان ها باز دوباره امور رقم خانه سازی نمیکنه باز دوباره از امور رقم مصالح بی کیفیت استفاده نمیکنه قطعا اینا هشداره ولی که آیا عذاب یا عذاب نیست ما یک مقدمه خدمت شما عرض کنم بلی در قرآن هست که خدای تبارک و تعالی اقوامی را توسط زلزله اقوامی را توسط باد و چیزهای دیگر نابود کرده, کرده. این شکی در این نیست ولی آیا که هر زلزله عذابه, عذابه, عذابه یا هر زلزل. بادی عذاب یا هر سیل عذابه عذاب ای اولی کلام بزرگوار <تصفح> خدای تبارک و تعالی او اقوامی را که عذاب کرده حجت را بر آنها چی کرده تمام کرده پیغمبر فرستاده جانشینان پیغمبر فرستاده کاملا قضیه دو دو تا چهار تا بوده ولی ناظر بار نمیرفتند. رفتن کسانی بودند که در مقابل بود و سجده می افتند کسانی بودند که آفتاب پرست و خورشید پرست و ماه پرست و چیزهای دیگه بودند و در زندگیشان هم غرق در بدبختی و فساد و تباهی و چیزهای دیگر بودند بله بعد از اینکه اتمام حجت صورت گرفته خب بله ما در قرآن داریم اینا توسط زلزله از بین رفتن به طوری که یعنی اینا واژگون شدن یعنی اون او چیزی که پایین بوده بالا آمده بالا در کجا رفته پایین رفته بله تعبیر قرآن هم هست ولی اینطور نیست که یا به تعبیر خیلی میتونیم بگیم که هر گردی نمیتونه گردو یا چی باشه جوز باشه ممکنه ممکن یک چیز دیگه ای باشه بنابراین ما باید نسبت به این قضیه به جدا در نظر بگیریم که خب بر عذاب الهی چه عذاب الهی با مردم بدبخت مردمی که یک نانشان ده خون زده یا همین رقم ام. است دیگه مردم باید. گرفتاری داره فقر داره مشکلات داره در عین حال پنج وقت نماز خودشم میخونه و خیلی از کارهای و شؤونات و شعائر اسلامی را انجام میده خب چرا باید چه چه عذابیه غیر عذاب باید باید. نیست این برمیگرده به همون اول جلسه خدمت شما توسعه نیافتگی و این که جنگ بوده بدبختی بوده این کشور روی خوشی رو ندیده بنابراین نه کسی که ازدواج کرده نه پولی داشته نه امکاناتی داشته با همو پول امکانات یک خانه یک سرپناهی برای خودش جور کرده و این سرپناه چون از مساله خوب نبوده در خوب جایی نبوده تهدابش خوب کنده نشده دیگه ایلا ماشاءالله چیزایی بنایی و نمیخوام مهندسی رو دیگه ما تو با این خانه نیاز در زلزله نداره بله خودی چپ چپ پس بنابراین پس اینا ربطی به این نداره که خدای خواسته عذابه البته از یک رقم اگر ما حساب کنیم که اینا دست پرورده خود مایه یعنی از خوب از ماست که عذاب خود ما بله. و اتفاقا اذا قرآن میگه میگه زهرت الفس... زهرت الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس یه محس بسیار عالی. سلامتی یک سوال دیگر هم بخیر بر. میتونیم پرسان کنیم از نظر شما مثبت 93 77 4 نمبر آخر 70 41 بیننده محترمان سوال کردن که در فرض زلزله نماز آیا چه موقع واجب میشه و تا چه موقع ادامه دارد زمانش که میشه خوانده شود آیا اگر کسی نخواند قضایی دارد یا نه حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله تعالی می که نماز آیاتی که به واسطه زلزله می زلزله که مثل زلزله زنجان حرات اتفاق افتاد در اونو تایم واجب است باید در اونو تایم نماز بخونه و اگر در او تایم نماز خونده نشد قطعا دیگه مردم مشغول فرار کردن است که بالاخره انسان است جان جان خودش هم چی داره مم. دوست در حال فرار کردن بود یک زمانی که او زمان چسبیده به این زمان باشه در او زمان باید خوانده شود یعنی یک زمان نزدیک به می زمان که حالا مثلا دو دقیقه سه دقیقه چهار دقیقه پنج دقیقه تا ده دقیقه پانزده دقیقه بیست دقیقه بعد از اگر نخوان دیگه قضایی هم نداره نبیده. پس یا در زمان یا در زمانی که قریب به همی زمانه به تعبیر چسبیده به همی زمانه در کنار زمانه پس یا در او زمان باید بخوره یا گروه زمان نخوان در زمان دیگه بخوره که اگر نخوان دیگه باز چیزی بگردن از واجب نیست. نیست ولی خب ترک یک واجب داشته او زمان اگر نخوان در شرایط نبوده نخوانده دیگه بعدش هم بله باید میخواد یاد او زمان باید میخواد یا در زمانی که نزدیک و قریب به همون زمانه بله ترک واجب شده ولی قضایی قضایی نداره, نداره. بله اتفاقا سوالی که به ذهن ما اومد بیننده عزیز ما مطرح کردن مثبت 98 902 وقت داریم جان وقت داریم بله بله همین همین سوال ما وقت داریم 902 چهار نمبر آخر 9243 از جمهوری اسلامی ایران سوال کردن که زلزله احساس نکردیم ما چون در هراد نبودیم ولی خبرش خیلی زود به ما رسید آیا نماز بر ما واجب است حضرت آیت الله سیستانی و بقیه فقهای عظیم شان زلزله مال عمو جایی که او رو چی کنن احساس کنن بنابراین کسایی که در شرق و غرب عالم ممکن همو در خیا همو چند دقیقه بعد این خبر بشنوند چیزی به از اون واجب بسیار خیشن. تشکر میکنم استاد محترم و همچنین از شما از آن که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودین بریم به اتاق فرمان و یک میان برنامه دیگر داشته باشیم و در قسمت انتهای برنامه انشاءالله در خدمت شما از آن خواهیم بود همراه ما باشیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و حشرنا معهم و لن عداهم اجمعین در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه به وقت بیداری قسمت نهایی برنامه امشب در محضر کارشناس عزیزمان حجات الاسلام ولی تون رسولی مصبت 98 936 4 آخر 59 84 استاد محترم سوال کردن که چرا معمولا این رقم حوادث در کشورهای اسلامی و جهان سوم اتفاق میفته اگر این بیننده از اول درست هست جان بله اگر این بیننده ما از اول تا به حال بیننده برنامه ما می بود خب ما تقریبا جواب از این سوال دادیم بله جناب حسینی و بینندگان عزیز این طور نیست که این حوادث که زلزله باشه یا سیل باشه یا نمی فوران کدام آتش فشان مم. باشه اینا اختصاص به این نیست که در کشورهای اسلامی یا در کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته اتفاق بیفته در شرق و غرب عالم این اتفاق میفته ولی نکته اساسی است که در چنین کشورهایی که کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته درصد تخریب و فوت و بی خانمان شدن مردم بسیار بالاست و اون فقط به خاطر بله اون به خاطر از این که کشور توسعه نیافته ها. یعنی ساختمانی که ساخته میشه یا خانه‌ای که ساخته میشه از مسائل کاملا ابتدایی همین خانه هایی که در زندجان هرات بود کلا اینا دای بوده یعنی دیوارها کاملا گلی سقف ها پخسه بوده و سقف ها هم خشت خشت خام شما متوجه بودیم نه. ما خود دیدیم دیگه از هر کدام از این خشت ها چار کیلو پنج کیلو وزن, وزن شد ممکن یک سخت داره که به صورت گمبدی یا گمبزی اینا درست کنه شاید ممکن دویست یا دیو سی ست دانه با, با بستگی به همو مساحت داره بستگی به همون چیز داره دیویست سی ست دانه خشت کنار همدیگر و مساله وسط از نام چیه؟ گل مم. خود خشتم از گل از خاک است و مساله وسطش هم هم از خاک سنگین هم, هم سنگین نداره, نداره. خب قطعا این به یک مثال ما داریم میگه خانه از باد پیش خراب بود بانیش چی شد ده باد شد یه همه رقمی است پس پینا از توسعه نیافتگی مساله خراب بوده اصلا جای خراب ما همون خاندم که اصلا قسمت های از افغانستان و قسمت های از ایران اینا ده گسل است گسل زلزله ها. یعنی بایده بایده. یک منطقی یک منطقه کاملاً چیه زلزله خیزه هر از چندگاه یک زلزله اتفاق میفته در بم رقم زلزله اتفاق افتاد یا مثلا سالهای قبل در تبس شهر جمهوری اسلامی ایران چنان زلزله اتفاق افتاده بوده که کل تبس با اون بزرگی اصلا ضرورو شده بوده او و یک کشور اسلامی کنه اگر یک کشور اروپایی هم در اینجا باشه باز هم همین رقم است منتها در ژاپن هم که ما قبلا گفتیم بله. عزیز از زلزله ها ممکنه هر روز اتفاق بیفته ولی چون مقاومه در مقابل زلزله یعنی ممکنه زلزله هفت ریشتر هشت ریشتر اتفاق بیفته و هی حتی یک دونه پنجره شیشش میدان نشه قرار شش کار خودش رو میکنن زندگی خودش رو میکنن ولی خب زلزله هم احساس میکنه اما خدای نخواسته اگر زلزله در اینجا اتفاق بیفته دیگه ممکنه یک نفر زندجان اصلا زندجانی از این شهر و دیار باقی نمانند استاد بایزش ما یک مطلب به ذهن خودم رسید در لابلای همین سوال های عزیزان هم مطرح کنم ایتو تو برداشت کردم از مطالبی که فرمودین چون بحث توسع یافتگی یا نیافتگی خیلی پررنگ شد و واقعا هم عقلم همین رو میگه که خیلی تاثیرگذار گذار است همین انجینیر سایبایی که حال کارشان کار ساخت و ساز است خب یک کمی کار از لازم فقهی اینجا فکر میکنم ریشدار میشه دیگه بله. که اگر کسی کم کاری کنه با... صد در صد. مثلا ما خود ما دیدیم دیگه مثلا طرف میگفت که ما هر زنبیل یا فرغون را که ما مثلا چهار زنبیل یا پنج زنبیل فرغون یک کیسه سمنت میزنیم کافی است ببره بالاتر مثلا در 6 شش دانه یا هفت دانه فرغون یا زنبیل شن ام. یک کیس سمین بزنه خود درصد مقاومت این سازه میایه پایین شاید سود ناچیزی سود ناچیزی یا باشد. مثلا میگن که در این ساختمان شما از آهن 16 استفاده کنین خو میگه آهن نیست دیگه 14 خب قطعا این سازه از نظر مقاومت در مقابل زلزله برای یک نمونه نمونش این که ما سوار میشیم دیگه می طرفی طرف هست دیگه موتورا همین رقم هست دیگه برخ از موتورا که مثلا خب با سرعت 180 اگر به یک جایی بزنه هیچ مشکلی برایش پیش نمی اما برخ از موتورا که با سرعت مثلا 70 کیلومتر در ساعت اینا به یک جایی بزنه تمام از اینا کلا میشه میشوه از بین میره نیست مگر همو ویل للمطففين وای بر کم فروشان کم فروشی شا نداره دیگه فقط شما بقال بنده خدا رو میبینی که خواهی اینجی بوره برای شما طول میکنه به جای یک کیلو بوره 950 گرم به شما میده و پول یک کیلو بوره رو از شما میگیره خب یک بوره بود رفت مال کار خودش و کار کار زشتیه نمیگم کار خوبیه ولی او کسی که در قطعات موتر و در خانه و در ده مساله ده ده و در ساختمان و در سرکا مم. سرکا در کشورهای خارجی تو نیست که کشورهای ما مم. گارانتی چل ساله داره یعنی سرک قررزی میشه تا چل سال دیگه کدام مشکلی بر ریزی پیش بیاید او شرکت سازنده ایره چی جواب میده ولی در کشورهای توسعه نیافته ایره رقم نیست مم. امروز سرک میکنن آسفالت میکنن پس که میشه یک دوتا بری گرفته میشه و جمع میشه دیگه و خب وقتی جمع شد و قطعا خو اتفاق میفته دیگه تصادف میشه تکر میشه انسان ها کشته میشه و اینا ماشاءالله واقعا به خدا ان میبریم که همین کم فروشی که فرمودین که در هر کاری میتونه کم فروشی باشه اتفاق میفته مثبت <مش> 93 78, 19, 19. بیننده محترم سوال کردن که چگونگی ادای نماز آیات را گفتن برشان توضیح بدیم خدمت تنس کنم که نماز آیات به دو شیوه خوانده میشه جناب حسین عزیز و بزرگوار و بینندگان عزیز شیوه اولی است که دو رکعت دیگه نماز آیات دو رکعت مرخم که شما در جریان و بینندگان ما در جریان دو شیوه یک شیوه اولش یک مقدار گیج کننده نیست ولی کم زمان میبره زمان زیادتر است و او که شما بعد از اینکه نیت کردی حمد میخونی یک سوره کامل میخونی حمد و یک سوره کامل میری و سجده بری به رکو یعنی پنج تا رکو داره چون پنج تا رکو داره باز بالا میشی یک حمد کامل و یک سوره کامل میخونی هر سوره هر سوره سوره کامل میخونی میری به سجده پنج مرتبه این قضیه چی میکنی تکرار میکنی همین رقم در رکعت اول و همین رقم در رکعت دوم خو یک مقدار زمان بر است ممکنه 10 دقیقه 15 دقیقه چی بکشه طول بکشه یک حالت دیگه است که آسان تر است اما یک مقدار ممکنه گیج شوه انسان و او است که شما نیت میکنی بعد از نیت حمد کامل میخوانی بعد از اینکه حمد کامل خواندی شما یک سوره رو انتخاب میکنی که او سوره تعداد آیاتش پنج تا باشه همه، همه. یا تعداد جملات کاملش همه. پنج تا باشه که میگیم تعداد همه. آیات یعنی چی تعداد جملات کامل یعنی چی خب میگه البته بسم الله الرحمن الرحیم طبق نظر حضرت آیت الله العظمى سیستانی در اینجا یعنی آیه کامل حساب نمیشه باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق ازا وقر و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد ازا حسد پس اگر کسی سوره فلق را انتخاب کنه اگر کسی از حفظ هم نبود یا دید که گیج میشه خب خان گیج میشه باز مثلا از رکوب بالا میشه کدا کویم کدا میشه ما خب میتونه یه قرار کوچیک همراه خودش چیه داشته باشه از روی قرآن نگاه کنه هیچ مشکلی نداره پس اینا آیاتی بود که پنج آیه داشت ولی کسی میتونم سوره توحید را انتخاب کنم سوره توحید پنج آیه کامل نیست, نیست. چار چهار آیه کامله ولی پنج جمله کامل داره اینا میتونه استفاده کنه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد تنایش ولم یولد یک جمله ولم یکن له کفوا احد پس یک حمد میخونه یک سوره دیگه چند قسمت میکنه پنج قسمت عمد. میکنه پنج قسمت پنج جمعی جمعی کار تمام شد میره دو تا سجده باز بالا میشه رکعت دوم دو میتونه مثل امیر رقم بخونه مثل اون رقم سابق فر بخونه تمام سر اگر آه. سوره که انتخاب میکنه به هر حال یک سوره مثلا افلاشت آیه داشته باشه میشه که مثلا در قسمت انتها سه چهار آیه رو با هم بخونه نه هر چیزی که شما میخوانی هر دفعه ای که بالا میشی باید جمله کامل باشه جمله کامل باشه بلنه. بسیار عالی مثبت باشید مثبت 9378 هفتاد و یک بیننده عزیز ما که سوال کردن اگر در هنگام مسافرت با قطار یا ملی بس آنها توقف نکنند در وقت نماز باشه توقف نداشته باشند و نماز از حال در حال قضا باشد تکلیف مسافر چیست؟ حضرت آیت الله از سیستانی حفظه الله تعالی هم این قضیه را در تیاره یا پیما مطرح کرده هم در قطار و هم در ملی بس یعنی در حال مسافرت و هیچ دیگه هر کاری بکنی استاد نمیشه و نماز در حال قضا شده میفرماید که انسان سعی اولیش این باشه که یک نمازی که انسان مختار و آزاد میخونه چی رقمه مم. روی طرف قبله میکنه یک جای استاد میشه که بتونه رکوع کنه بتونه چی کنه سجده کنه پس اول باید قبله را پیدا کنه یعنی قبله را باید به با گمان خودش یا پرسان کنه که قبله کدام طرف است در تیاره اگر سوار میشه قبله را به کدام طرف به طرف قبله چی بخونه نماز بخونه حتی اگر او پیمو یا ملی بس یا قطار چرخش کرد انسان باید به با طرف که اگر شرایطش بود <applause> اگر شرایطش بود باز باید به با طرف قبله چی کنه چرخش کنه زمانی که به طرف قبله چرخش میکنه دیگه حمد و سوره را نباید بخونه یعنی ساکت شوه چرخش کنه به طرف قبله بعد از چرخش کرد ادامه پیدا کنه ولی اگر که نتانست چرخش کنه به طرف قبله ای دیگه باز رو به قبله بودن از انسان چی میشه ساقط میشه بنابراین باید رکوع و سجودش دقت کنه خب اگر زمینی هست مثلا از بالای چوکی بخیزه بیاید راه روی قطار یا در راه روی ملی بس نماز خودش چی کنه بخونه چرا چون به خاطر زی که بتواند رکوع و سجود خودش کامل انجام بده اگر ای هم نبود یعنی نشد و امکانات نبود به جای خودش باید درکو و سجود را انجام بده بسیار عالی تشکر میکنم استاد محترم بسیار سوالات سوالات مبتلابه بود و واقعا جواب هایی که داده شد خیلی جواب های مختصر و مفید انشاءالله که بینندانان عزیزمان استفاده کافی کرده باشن به اتفاق شما از عزیزان من می میکنیم و یک بار دیگر جا دارد که تسلیت ارز کنیم حادثه دلخراشی که برحال در کشور عزیزمان اتفاق افتید و تسلیت میگیم خدمت بازماندگان خانواده ها و داغدارها و ما در داغی که دارن شریک بدانند و از خداوند متعال برای امواتشان مغفرت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیله خواهان هستیم تا دیدار بعدی همه شما از آن رو به خداوند متعال می سپاریم خدایا رو نگهدارتان <applause>